مرقس فصل 11 وقت به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین امر کرد. به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن شدید، کرعلاغی را در آنجا بسته خواهید دید، که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را به کار دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتند و در کوچه کرعلاغ را دیدند که پیش در بسته شده بود. آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا استاده بودند با آنها گفتند چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها امان طور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را دم راه عیسی انداختند و عده هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده دم رای او می گسترانیدند. کسانی که پیشا پیش او می رفتند و هم آنانی که از دنبال او می آمدند با فریاد می گفتند مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، او شیان را از عرش برید. عیسی وارد اورشلیم شد و به خانه خدا رفت. در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید، اما چون ناوقت بود با آن 12 حواری به بیت انیا رفت. روز بعد وقت آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پربرگ دید و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در آن پیدا کند. وقت به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد. و شاگردانش این را شنیدند. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی داخل خانه خدا شد و به بیرون راندن فروشندگان و خریداران از خانه خدا پرداخت. میزهای صرافان و چوکیهای کبوتر فروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی داد که برای بردن اموال از صحن خانه خدا عبور کند. او به مردم تعلیم می داد و می گفت آیا نوشته نشده است خانه من جای عبادت برای جمعی ملت ها خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدند خواستند راه برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می ترسیدند چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. صبح روز بعد در بین راه آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت هی استاد ببین درخت انجیر را که نفرین کردی خشک شده است. عیسی در جواب آنها گفت به خدا ایمان داشته باشید و به یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهی به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هرچی بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم به یقین بدانید که آنچرا که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. وقتی برای دعا می ایستید اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقت عیسی در خانه خدا قدم می زد سران کاهنان و ملایان یهود و کلانها پیش او آمدند و از او پرسیدند با چی اختیار این کارها را میکنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهای را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود
من هم از شما سوالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیار این کارها را میکنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگویم از جانب خدا بود، او خواهد گفت: پس چرا به او ایمان نیاورده؟ اما اگر بگویم از جانب بشر بود؟ آنها از مردم می ترسیدند، چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند: ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت: پس من هم نمی گویم به چه اختیار این کارها را می کنم.